بله، روز مادر بود این هفته و سیامک جان هم ویدیو خاصی رو تهیه کرد. شغلی که 24 ساعت در روز، 7 روز هفته، 365 روز در سال، شبانه روز هست و نه حقوقی داره و نه قدردانی اکثر مواقع، ولی آن کسی که این شغل رو داره با جان و دل انجام میده. دل مادرها اینه. من وقتی مادرم تماس میگیره، من میدونی به مادرم چی میگم؟ به مادرم میگم شبان من، بهش میگم کشیش مامان یا میگم شبان مامان، چون هر موقع با من تماس میگیره یا باش صحبت میکنم منو بلند میکنه با تشویق، با آیات، با قدردانی. به جای اینکه من از او قدردانی کنم، او شروع میکنه و البته خب منم قسمت خودم انجام میدم. خدا رو شکر میکنم برای مادرها و میدونم کلید تبدیل خانواده های ما و کشور ما از مادرها شروع میشه. مادرهایی که گرچه نقششون زیاد اهمیت بهش داده نمیشه، ولی برای آینده، برای ساختن جامعه، برای ساختن نسل بعدی، اون تاثیرگذاری اصلی رو اونا دارن. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم چقدر از مادرم یاد گرفتم. ایستادگی، صبر، همه اینها از مادرم بوده که تو سختی ها ول نکن. این درسی بود که مادرم از بچگی به من داد و حتی به ایمان آوردن به عیسی مسیح رو هم واقعا از مادرم گرفتم. حتی جالب آن، حتی قبل از اون که مادرم به مسیح ایمان بیاره، بهش میگفتم مامان جون تو باعث شدی که به مسیح ایمان بیارم. میگفت نه من چه غلطی کردم، من نمیخوام تو به مسیح ایمان بیاری. که البته خودش بعداً ایمان آورد و خداوند زندگیشو عوض کرد، ولی گفت به من، گفت خب من چه کار کردم که تو به مسیح ایمان آوردی؟ گفتم مامان جان شما از بچگی به من گفتید که مطالعه کن، تعصب نداشته باش، هیچ چیز رو بی دلیل قبول نکن و هیچ چیز رو هم بی دلیل رد نکن. من این درس رو از شما گرفتم و باعث شد که قرآن و کتاب مقدس رو مقایسه کنم و بفهمم که پیامبران زیادن ولی نجات دهنده یکیه و خداوند خدای محبته، خدای عدالته، خدای بخششه. این خدای واقعی رو نه فقط راجبش دونستم بلکه باهاش ملاقات کردم و همه رو مدیون تو مادر عزیزم هستم. خب سیامک جان، خبری هست که دل مادرها رو، درد مادرها رو نشون میده. بله کشمز، قبل از اینکه خبر دوم بگم میخوام اگه اجازه بدید به مادر عزیزم توی ایران تبریک بگم روز مادر رو و بگم که چقدر دوستش دارم و دعا میکنم که واقعا مسیح خداوند رو شفا بده و نه تنها شفا بده بلکه نجات مسیح رو هم دریافت کنه و از همینجا بهش میگم که خیلی دوستش دارم و همطور که شما گفتید من مسیح رو در مادرم واقعا دیدم که انقدر محبت داشت، انقدر عشق داشت که همیشه وقتی در مورد عشق و محبت خدا صحبت و فداکاری خدا صحبت میشه من یادم به مادرم میفته که چقدر برای ما فداکاری کرد. میخوام از تو خواهش کنم برای مادر من، برای شفا و نجاتش هم دعا کن. رهبران، حالا چه در ایران چه در هر کشوری، تغییر و تبدیل از رهبران شروع بشه، چون این انگیزه رو ندارن، در قدرت هستن. تغییر و تبدیل جامعه از من و شما شروع میشه و خداوند ما هم راهش رو نشون داد، هم بهاش رو داد و هم قدرتش رو به ما داد. به وسیله روح القدس قادر هستیم در مقابل ظلم بیستیم و در مقابل ظلم عدالت رو جاری کنیم. بعضی‌ها فکر میکنن اگر ظلم هست باید ظلم رو با ظلم جواب داد، خشونت رو باید با خشونت جواب داد و کتاب مقدس میگه نه، اینم به نتیجه نمیرسه. بیام عزیزان، بیام از خونه هامون شروع کنیم یک نوع روحانیت جدید در ایران بیاریم. روحانیتی که خشن نیست. روحانیتی که خودش رو نماینده خدا برای تنبیه و برای ضرب و شتم نمیدونه. روحانیتی که اعدام رو از طرف خدا انجام نمیده. روحانیتی خودش رو به جای خدا نمیگذاره برای قضاوت و عدالت. روحانیتی که خدای عشق و محبت رو میشناسه و میدونه خود خدا آزادی رو به ما داده. خود خدا در باغ عدن به ما انسان‌ها آزادی داد. حتی تو باغ عدن گفت تو آزادی بمونی یا بری. یعنی بهشت رفتن خدا هم اجباری نیست. خداوند این رو به من و شما داده. باز از من و شما شروع میشه و دعوتتون میکنم. خداوند اجباری زوری تو رو به بهشت نمیبره، ولی کاری که باید میکرده رو کرده رو صلیب و امروز تو رو دعوت میکنه، بیا زندگی تازه از تو شروع بشه،
بیا گناهان تو میبخشم، بیا تو رو عوض میکنم، به جای اینکه عامل ظلم باشی عامل عدالت خواهی بود، بیا از تو و خانوادت شروع میکنم و عوض میکنم و کشور تو رو من نجات میدم. خداوند میگه من قول دادم ایران رو نجات بدم، ولی امروز دنبال من و شما میگرده. خدا میگه من ایران رو نجات خواهم داد، نوشته، قول کتبی داده، ولی میگه که من دنبال کسانی میگردم امروز که از اونها شروع کنم برای نجات ایران. و من گفتم بله، تو این چند سال کوتاهی که روی این زمین هستم من حاضرم قسمت خودم رو انجام بدم. شما چی؟ شما حاضرید قسمت خودتون رو انجام بدید؟ بگید خداوند از من شروع کن، عوض شدن از من شروع کن، عدالت و داوری رو از خانه من شروع کن، بگذار خانه من اون بهشتی باشه که تو برای ایران میخوای. از فرشید فتی یک کلیپ دیگه داریم و کلیپی داریم که صحبت میکنه، میخوام به حرفاش گوش بکنید. این مرد خدا که برای من قهرمان ایمانه. من فکر میکنم که همه ما خیلی خیلی احتیاج به دلگرمی داریم و من میخوام در مورد دلگرمی امروز پیامی رو به شما بدم. کسی هست امروز احتیاج به دلگرمی نداشته باشه؟ من خیلی احتیاج دارم که دلگرم بشم، تشویق بشم. دلگرمیه و میخوام امروز به شما چند تا منبع رو معرفی بکنم، چند تا کلید رو بگم، چند تا موضوع رو بگم که ما اگر که با همین ستا پیش بریم قطعا در دلگرمی خواهیم. رابطه صمیمانه با پدری که در بخشنده همه دلگرمی هاست به نظر من بزرگترین منبع دلگرمی ماست. هر چقدر شما با این پدر صمیمتر میشید و به تصور کنید منبع دلگرمی، هر چی با او سعی می‌کنی دلگرم نخواهی. ولی وقتی که رابطه شما با این خدا، خدایی که بخشنده همه دلگرمی هاست، صمیمی‌تر و صمیمی‌تر میشه، روز به روز دلگرم‌تر و دلگرم‌تر میشه. خلوص رسول شخص مشهوری بوده، ولی یه جایی میاد که هیچ کس، همه او رو دلسرد میکنن، به تیموتائوس می‌نویسه، نمی‌دونم اول تیموتائوس یا دوم تیموتائوس، میگه که در مهاجه آخر من داره اونجا در واقع گله میکنه یا راحته، میگه هیچ کس با من نیستاد. قسمت اول آیه است. اینجا که رفتم تو دادگاه وایسادم، تو گرفتاری افتادم، تو بدبختی افتادم، این کلیساهایی که تأسیس کردم هر کدومشون اینقدر عضو داشتن، این کارو کرد، اون کارو کرد، یه نفر با من نایستاد. ولی بعد آیه اینجا تمام میشه، میگه لیکن خداوند با من ایستاد. نه فقط برای فرشید و وحید عزیز، بلکه برای تمام زندانی ها ما دعا میکنیم. به عنوان کسی که فرزند خداست، محبت ما محدود نیست که بگیم ما فقط مسیحی ها رو دوست داریم. نه، چون دل خدا رو داریم، هر کسی که در ظلم هست، هر کسی که در فشار هست، در درد هست، در قلب ما جا داره. برای همین حتی زندانی های عقیدتی، سیاسی، کسانی که حتی خدا رو انکار میکنن ولی به خاطر عقیدهشون در زندان هستن، دل ما رو میشکنه چون دل خدا رو میشکنه. خداوند خدای آزادی هاست. کشوری که به افراد خودش آزادی میده که انتخاب بکنن، کشوریه که حضور خدا اونجاست. کشور آمریکا کشور مسیحی نیست، ولی روی اصول مسیحیت بنا شد و به افراد خودش اجازه میده میخوای خدا رو دنبال کنی بکن، میخوای نکنی نکن، و این از خداست. خدا میگه میخوای جهنم بری برو، زورت نمیکنم به بهشت بری، ولی بهشت و جهنم رو جلوی تو گذاشتم، کدوم رو انتخاب میکنی؟ در قسمت بعدی مصاحبه ای دارم با یه مادر که شعرهایی گفته از فرزند خودش دوره، ولی میخوام یه قسمت از گوشه ای از دل این مادر قلب ما رو لمس بکنه. بله، با زهرا عزیز که اسمش دبوره، راجب اینم میخوام سوال کنم، هستیم و این روز مادر و این هفته گذشته بود و این هفته میخوایم که بیشتر روی تجربیاتت، میدونم خیلی شهادت داریم و هر موقع شهادتی دادی زندگی ها عوض شده و امروز میخوام بیشتر راجب مادر بودنت ازت سوال کنم. یه چیزم میدونم، وقتی از تو میشنوم زهرا جان یا دبوره، بعد اول بگی دبوره چی، بعد هر موقع میشنوم و برکت میگیرم اینو یاد گرفتم،
وقتی از یه نفر حرفاش رو من تأثیر میگذاره میدونم این شخص درد کشیده بها داده برای اون چیزی که میگه و میدونم تو زندگی سختی کشیدی ولی تو این سختی ها خدا بهت خیلی داده. آمین. ما از اون داریم بهره میگیریم. خب اول بگوید دبوره مسئله چیه بعد راجع به مادر صحبت کن. خب حقیقتش من توی ایران بشارت میدادم. به خاطر همین خیلی به من گفته میشد که نباید اسمتو بگی. به خاطر اینکه یه مقدار توی این قسمت شرایط ناجوره. من یه وقتایی میگفتم مثلا ساره، یه وقتایی میگفتم مثلا حالا صغرا، یه اسمای اینطوری میدادم. تا اینکه یکی از دوستانم برگشت گفت بیا اسمتو بذار شارن، از این به بعد اینطور صدات بکنیم. اینقدر اسمای مختلف روی من گذاشته میشد. یک بار که برای سمینار به ترکیه اومدیم استانبول و یک هفته خیلی پربرکتی اونجا بودیم و هیچکس در مورد اسم من چیزی نمیدونست و یه خواهری که ایشون خواهر مریم بود به من گفتش که خیلی خودتو قلبم گذاشته برای اسم دعا کنم، میتونم این کار بکنم؟ گفتم حتما. ایشون شروع کرد به دعا کردن و وقتی که اون داشت دعا میکرد من یک رویا دیدم که یک زنی سوار بر اسب و سردار یک لشکره. من خیلی متعجب بودم که این چه رویاییه و چه چیزی داره به اسم من. و این خانم، من این رویا رو داشتم میدیدم، خانم گفتش که من اسم دبوره رو خیلی پر از نور مثل یک تاج میبینم که دور سرتو داره میچرخه و خدا این اسمو برای تو انتخاب کرده. وقتی که از رویان بهش گفتم گفتش که دقیقا همینطوره که دبوره یک سردار لشکر بوده. بله همین رو میخواستم بگم، دبوره کی بودش؟ یک سردار لشکر بوده. سردار لشکر و رهبر روحانی. بله. یعنی دبوره در تورات، تازه تورات انجیل که دیگه خدا من میگه همه زن و مرد برابری، در تورات دبوره رو خدا انتخاب میکنه که رهبر سیاسی و رهبر روحانی باشه. از جا میگن که نه، که مثلا حتی تو مسیحیان میگن زنان اینن، زنان پایین ترن، بعد بریم از خداوند بخوایم خداوند پس تو تورات برو توبه کن، یا این برو باید توبه کنی خداوند یا اون برو. ولی خداوند میدونم میخونه، خداوند محدودیت نداره. خب وقتمونم زیاد نیست امروز، ولی میخوام راجبه الان چند سال از فرزند دوری، میخوام اون درد مادری رو که کشیدی و تسلیشو به مادرها منتقل کنی. من حدود 4 سالی که از مهران دور هستم و حقیقتش این سوالو بارها و بارها و خیلی ها از من سوال کردن. دیروز یکی از دوستانمون از ترکیه تماس گرفته بود و باز همون سوال میکرد در مورد مهران که چه احساسی داری نسبت بهش. حقیقتش بر حسب خب اتفاقاتی که برای من افتاد خیلی نتونستم برای مهران مادری کنم و واقعا جا داره که همینجا با تمام قلبم ازش عذرخواهی کنم و خواهش میکنم که منو توی این قسمت ببخشه. به سهم خودم اینو واقعا ازش میخوام و دیگه این که دلتو بگو برای مهران. الان مهران جلد نشسته، بهش چی میگی؟ بگو مهران. مهران من واقعا خیلی دوستت دارم مامان، بی نهایت دلم برات تنگ شده و واقعا متاسفم برای همه آسیب هایی که دیدی. تو هم یک قربانی شدی این وسط و متاسفانه حقیقت اینه که این دنیا زیر لعنت رفته و همه آسیب میبینن. امیدوارم که حقیقت تو رو لمس کنه و واقعا حقیقت رو با تمام وجودت درک بکنی و در اون حقیقت لبریز از روح خدا بشی و بتونی من رو، پدرت رو، اطرافیانت رو بتونی ببخشی. این واقعا دعای منه برای تو. بی نهایت دوستت دارم و بی نهایت دلم برات تنگه. لحظه شماری میکنم برای اینکه روزی تو رو به آغوش بکشم و جبران بکنم هر چقدر که توی گذشته تو آسیب دیدی. تنها کسی که میدونم مثل من واقعا آسیب دیده و دقیقا تو اون آتیشی که من بودم تو هستی با تمام وجودم درک میکنم و واقعا متاسفم. ای کاش که امروز اینجا بودی و روز مادر به من تبریک میگفتی. من خیلی دلم برات تنگه. آمین آمین. من میخوام براش یه برکتی بدی و دعای برکت کنی برای مهران و اینو همه ما میگیریم، ولی تو برای مهران دعا کن. آمین. و بهش چیه برکتی داری بگی؟ چه پیغامی داری؟ آیندهشو چطور میبینی؟ آرزوت براش چیه؟
من واقعا مهران برای تو بهترین ها رو در مسیح آرزو دارم و تنها چیزی که میدونم اونم اینه که خدا تو رو میبینه. اون لحظه هایی که من فکر میکردم که خدا منو نمیبینه منو دید و مطمئنم که امروز خدا تو رو میبینه. خدا به من این وعده رو داده، دبوره تو و ذریت تو. امروز تو ذریت من هستی و مطمئنم که خدا تو رو بلندت میکنه. کلام خدا میگه من تو رو از مزبله بلند میکنم و به امیری مینشونم. من واقعا دعام برای تو اینه مهران، از هر روح افسردگی آزاد باشی، از هر روح اعتیاد آزاد باشی، از هر روح زنا آزاد باشی، از هر روح خودکشی آزاد باشی و از روح شادی خدا لبریز باشی. این دعای من برای توه. همیشه چشمای تو از شادی پر از اشک بشه، نه اشک غم، اشک شادی، و لبای تو همیشه خندون باشه، قلب تو لبریز از امید باشه و زندگی تو در اراده خدا باشه و برای جلال خدا زندگی بکنی. من حفاظت خدا رو بر تو اعلام میکنم و قلبم اینه مرد خدا باشی و برای خدا زندگی کنی. آمین. و برش دعا کن. از حالا از خدا براش بخواه. خداوند عزیزم، پدر آسمانی، اعلام میکنم که حقیقتاً بر زمین خدایان بسیارن، لیکن تنها و تنها تو هستی خدای خدایان. بر زمین پادشاهان بسیارن، لیکن مسیح جان تو هستی پادشاه پادشاهان. خون مبارکت رو بر مهران عزیزم و مهران ها اعلام میکنم. خداوند رو تقدیس میکنم، تمامیت وجودش، افکارش، سخنان زبان و تفکر دلش رو در این لحظه. ای روح القدس عزیز، مهران عزیزم رو مبارکش بساز، به آرامی حضورت او رو در آغوش بکش، خستگی های جانش رو بردار، گرد و خاکی که از این دنیا، از ارثیت خداوند و شخصیت ماها بر اون قرار گرفته، برداره ای خداوند و او رو تو تسلی بده. پدر آسمانی، لحظه هایی که اون نیاز به آغوش داره، آغوش مادرانه، خواهش میکنم خداوند تو او رو تسلی بده و او رو به آغوش بکش. حقیقتت رو بر اون آشکار کن و اجازه بده که مهران هم برای جلال نام تو زندگی کنه. آمین. به نام مسیح، آمین. آمین، آمین. این دعات نه فقط برای مهران بود، بلکه از طرف همه مادرها برای همه فرزندان. آمین. بود. همه مادرها و حتی پدرها بهت گفتیم آمین برای مهران و برای بچه های خودمان. آمین. دل مادر رو فقط خود خداوند میشناسه، که بعضیا میگیم، یعنی کلام خدا خیلی میگه پدر پدر پدر، چون اون حالت سرپرستی پدرانه رو و اقتدار رو خدا داره. ولی جایی هم هستش که میگه من مثل مادر شما رو خواستم جمع کنم. جمع و در خداوند مرد و زن وجود نداره. وقتی آدم و هوا رو خلق کرد، میگه اونها هر دو رو به شبیه خودش آفرید، نه فقط یکیشون. پس هر دو، در مرد و زن، پدر و مادر، اون دل در خدا هم هست. برای پسرت شعر گفتی، داریش بخونی یا بعدن؟ آره، من توی گوشیمه. آها. و گوشیم داخله. آره، از گوشیو بیار. میدونم یه شعر دیگه هست، میخوام اون شعر رو بخونیم، چون روز مادرم هست. اگه گوشیتون رو بیارن، قرار نبود و من یه دفعه یادم افتاد که شعر گفتی، قرار بود روی یک شعر دیگه صحبت کنیم. میتونیم بله. اینو صحبت کنیم بعد آخر با شعری که گفتی. یه شعر در مورد ریحانه جباری گفتی. بله. موضوعش چیه این عزیزانی که آشنا نیستن؟ در مورد ریحانه عزیز، تا اونجا که من در جریان هستم، ریحانه عزیز توی شرایط درستی نیست و به اون حکم اعدام دادن. چرا؟ بعضی ممکنه آشنا نباشن کیسش چیه. بله. ولی تا اونجا که من خیلی حالا کامل هم نمیدونم، گویا توی یه شرایطی قرار گرفته و یه مامور اطلاعاتی گویا به این شخص حالا حمله ور شده و ریحانه از خودش دفاع کرده و گویا این شخص فوت کرده. حالا خیلی من از جزئیات خبر ندارم که چه کسی دیگه این شخص رو حقیقتاً به قتل رسونده، ولی ریحانه گویا ناعادلانه داره به پای اعدام میره و چند سالی هستش که توی زندانه و شرایط درستی نداره و تا اونجا که میدونم واقعاً اون ناامید شده دیگه برای آزادیش. واقعا قلب من برای ریحانه این بود که من هم نوع ناامیدی اون رو تجربه کردم و واقعا من هم مثل اون تشنه عدالت بودم و دعا میکردم که خدای عدالت تو بر زندگی من جاری بشه. شاید یکی از دلایل این که این دل نوشته از
قلب من جاری شد این بود که نوع درد ما یکی بود و واقعا میخواستم با این دل نوشته به ریحانه عزیز اینطور بگم که من همدرد تو هستم و واقعا با تمام وجودم درکت میکنم و دعای من برای تو اینه، همونطور که خدا من رو آزاد کرد و سیرابم کرد از عدالت و پرثمر شدم از آرامی و آزادی، بر تو هم این اتفاق نیکو بیفته. بله، کیسی که تو اخبار هست مثل اینکه بهش حالا اجحاف یا تجاوز، بعضی بله. میگن داشته بهش تجاوز میشده و از خودش دفاع کرده، 7 سال الان در بند هست و مرتب اعدام، و وقتی هم مسئله اعدام پیش میاد خیلی اعتراض میکنن که این دختر جوان که البته کنم شده 17 ساله الان 20 و چند ساله است، 7 ساله در زندانه، حالا مادر چی میکشه؟ واقعا واقعا درد داره وقتی بی‌عدالتی رو آدم میبینه، هر جا هست، برای هر کسی هست. درسته. ما برای خودمون خیلی درد میکشه، میگیم خانواده هم نمیرم، آخ پسرم اینطور شد، بابا همه اینا پسرای ما هستن، همه اینا دخترای ما هستن. دل خدا رو داشته باشی، دلت برای هر کسی که ظلم میبینه میسوزه. و وقتی برای ریحانه فکر میکنی و این شعری که گفتی واقعا نشون میده که دل خدا رو گرفتی، برای یک دختری که اصلا نمیشناسیش گوشه از دل خدا رو گرفتی و این دل خدا رو داری بیان میکنی. خب پس این ویدیو رو میبینیم، بعد برمیگردیم اون شعری که برای پسرت هم خوندی حتما. اونم میخونیم. مرسی برای خدمتت امروز عزیز امین. آره. ویدیو شعر ریحانه. سلامی به گرمی آفتاب، به لبریزی دریای بیکران و به بی‌نهایتی فیض و محبت خدا. عزیزکم، من دبوره، هم جنس تو، هم غم تو و در نهایت هم درد تو هستم. مثل تو آسیب دیده از نهایت بی‌عدالتی و مثل تو تشنه عدالت. آلیه عزیزکم، در این دنیا هستند امثال من، امثال تو و امثال سریاها، اما تنها چیزی که می دانم و ایمان دارم این است روح خداوند بر زمین تردد می کند و به دنبال قلبی می گردد که تشنه حقیقت باشد و او سیراب خواهد شد. خواهر گم شده ی عزیزم در این دنیا و یافت شده در مسیح عیسی، دعا می کنم خداوند قلب شما را لمس کرده تا لبریز شوی از حقیقت و عدالت خدا. آمین. همانطور که دریای سرخ برای موسی نه تنها باز بلکه خشک شد تا مبادا پای موسی بلغزد، همچنین در این اتفاق نام زیبای خدا جلال یابد. ترسان نباش از کسانی که قادرند جسم تو را از بین ببرند، ترسان باش از کسی که هم روح تو و هم جسم تو در دستان اوست. عزیزکم، در روح تو را به آغوش کشیده و دعا می کنم در حال حضور نوازشگر خداوند تو را لمس کرده تا همچون یونس در اعماق دریا و در شکم نهنگ لبریز از آرامی خدا شوی و زانوان تو در مقابل قدوسیت خدا خم شده و زبانت لبریز از حمد و ثنا شود. در نهایت آمین که دهان این نهنگ باز شده و تو آزاد شوی و سیراب شوی از حقیقت خدا و پرثمر از عدالت و آرامی. ریحانه عزیزم، دوستت دارم و آمین که همیشه همچون ریحانه سرسبز و عطر یاد زیبای تو در مشام افکار و قلب من ما بپیچه. آمین. هم شعر بود هم دعا بود براش. چقدر زیبا. خب برای ریحانه و برای عزیزانی که در درد هستن، برای مادرها به خصوص دعا میکنیم. وقتی اون کلیپ زندان اوین رو نشون دادیم، مادرهایی رو دیدیم که بچهش رو دیده سر شکسته قش میکنه از درد، و تو هم این دل رو داری برای فرزندت. حالا اونا به خاطر مسائل عقیدتی از هم جدان، شما هم همینطور.
اونا الان تو زندان رفتن، تو هم از فرزندت به خاطر مسئله عقیدتی جدا هستی. بله. پس درد اون مادرایی که در زندان اوین الان دیدیم درد میکشن و تا حدودی درک میکنی. مادرایی که از فرزندانتون دور هستید، مادرایی که فرزندانتون از دست دادید، شاید تو حادثه‌ای، شاید تو بیماری، شاید کشتنشون به خاطر عقیدهشون، خداوند درد شما رو میدونه. آمین. خداوند کوچکترین دردهای ما براش مهمه. چرا؟ چون خدا محبته و محبت عاشق برای محبوب خودش درد میکشه. با عشق درد میاد، با محبت بها میاد و درد میاد. برای همین مادرها درد میکشن چون عشقشون، احساسشون و نسبت به بچه‌هاشون انقدر قوی و عمیقه که حتی میگه شکستگی سر فرزندش رو دیدی مادر، بردنش بیمارستان. عزیزم میخوام شعری که برای مهران خوندی رو از طرف مادره برای فرزندان. خب من نمیدونم چیه ولی خودم مشتاقم بشنوم. عزیزم آره. من اسم این دلنوشته رو گذاشتم دلم تنگته. دلم تنگته. مهران گوش کن. دلتنگم، دلتنگ تو، تو که از من دور و به من نزدیک ترینی، دلم تنگته. دلتنگم، دلتنگ آغوش تو، دلتنگ نگاه تو، دلتنگ صدای تو. آریه عزیزتر از جانم، امروز مادرت بس دلتنگ است و زهر این دلتنگی آنقدر مهله که جان مرا بگیرد. پسرکم، با تمام وجودم دوستت دارم و با تمام وجودم دلتنگ تو هستم. تو که همچون من جز خدا کسی را نداری و همچون من با خدا همه را داری، امروز دلتنگتم. دلم میخواست در ژرفای احساسم که همچون قطره کوچک و همچون دریا لبریز و تو مانند ماهی کوچکی شنا می کردی و با خبر می شدی از عمق احساس من، از عمق غم من و از عمق دلتنگی من. مهرانم، زبان سکوت مادرت را ترجمه کن که تشنه جرعه ای درکم. آمین. آمین. بله خداوند شکر می کنیم، دعا می کنیم. خداوند تو همه دردها تو هستی. خداوند این دنیا درش ظلم هست، بی‌عدالتی هست، درد هست، رنج هست، آخرش هم مرگه. اگر تو رو نداشته باشیم هیچ چیزی در این دنیا نیکو نیست، همه چیز در بدیه، ولی تو رو داریم. خدای عشق، خدای محبت، خدای بخشش ها، خدایی که قلب های شکسته رو شفا میده. امروز برای مادرها به طور خاص دعا میکنم. مادرایی که دلتون شکسته، مادری که فرزندانتون از دست دادید، یا به مرگ از دست دادید، یا بیماری، یا به اعتیاد. وقتی فرزند در اعتیاد میفته مادر احساس میکنه یه جوری این بچه‌مو از دست دادم، چی براش آرزو داشتم کجا میره. شاید بچه تو از دست دادی به این جامعه، به دوستان ناباب که دلت در رنجه. وقتی بچه‌ها به مسیر غلط میرن مثل که یک مرگ تو قلب مادر میاد، چون مادرها و پدرها ولی مادرها به طور خاص برای بچه‌هاشون بهترین ها رو میخوام. میخوام برای تو مادر دعا کنم که دلت در درده. شاید بچه تو از دست دادی، شاید کشتنش، شاید تو حادثه یا بیماری بوده، ولی خدا دل تو رو میدونه مادر. خدا درد رو میدونه، مسیح درد رو میدونه، چون خودش رو صلیب کشید. خداوند برای مادر را دعا میکنم. خودتونم با من دعا کنید. خداوند برای عزیزان، برای مادرهای دعا میکنم که گوشه ای از قلب تو رو دارن. اگر به خاطر عشقشون رنج میکشن، اینو از تو گرفتن که تو به خاطر محبتت رنج کشیدی و میکشی. خداوند اگر درد هست تسلی هم هست. امروز دعا میکنم به طور خاص اون مادری که الان داره گریه میکنه، اشکاشو تو پاک کنه خداوند. اونی که دل شکسته است شفاشو تو بیاره خداوند. حضور تو، حضور آرامش بخش تو، حضور پرمحبت تو این مادر عزیزو مثل یک دختر خودت بغل کنه خداوند. اشکای او رو پاک کن، او رو نوازش کن، به او امید و ایمان بده خداوند. این مادرها برای فرزندانشون مادرن، ولی برای توی خداوند دختر تو، دخترهای کوچک تو هستن. پس برای اونها پدری کن، لمسشو بکن، شفا رو بیار. برای جدایی ها دعا میکنم خداوند،
برای فرزندان گم شده، برشون گردون. اگر در اعتیادن آزادشون کن، اگر در مسیر غلط میرن برشون گردون. ای خداوند به خانواده ها قلب ها رو به هم وصل کن. ای خداوند این کار توست، به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین آمین آمین. دبوره عزیز، زهرا جان، خدا رو شکر، خدا رو شکر برای قلبت، ازت گرفتیم و ما رو خدمت کردی و روز خوبی بود، هم درد هم شفا رو گفتیم، فقط هم درد رو نگفتیم، تسلی رو هم گفتیم هست. آمین. خیلی متشکرم که امروز با هم بودیم، میدونم زیاد داری، بازم دوست دارم باشی با هم زنان ایران رو خدمت کنیم. آمین. چیزی که شما میتونید بکنید من نمیتونم و بیشتر میخوام باشی. خدا به فیض مسیح. آمین. خب در قسمت بعدی برنامه مصاحبه است، بیشتر مصاحبه با خود من هستش و یک سری سوال و جوابهایی هستش که از قلبم میخوام جواب بدم و میخوام بدونید که خدا میخواد چیکار کنه، چه چیزی تو قلب ما گذاشته و آینده شبکه هفت چی هستش. بابا خب برگشتیم دوباره در برنامه درس زندگی در خدمت شما هستیم. این قسمت، قسمت خیلی مخصوصی هستش. من هستم و کشیش هرمز با سوالات خصوصی. خب امیدوارم که اگه برنامه رو نگاه کردین توی چند ساعت گذشته، اون کلیپو دیدین که من رفتم توی دفتر کشیش هرمز و اعلام کردم که میخوایم امروز سوالات خصوصی ازشون بپرسیم. خب کشیش هرمز عزیز، میخوایم سوال خصوصی بپرسیم، آیا حاضرین؟ نه. خب همینجا برنامه تموم میشه، شما خدافظی میکنیم تا هفته دیگه. خدا خدا شکر. اول از همه که میخواستم خسته نباشید بهتون بگم من شاهد کاراتون هستم از نزدیک، اینو بارها گفتم بازم میگم، هر دفعه بگم کمه، خدا رو شکر برای تمام زحمتایی که میکشین. همین هفته توی هیوستون بودم، با یک خانمی ملاقات کردم که 10 سال پیش از طریق برنامه شما با عیسی مسیح آشنا شدن و چه شهادت قوی داشت. زندگیشون تبدیل شده بود و خیلی ها از طریق ایشون ایمان آوردن توی ایران و واقعا با هیجان داشت میگفت من اینو میخوام بنویسم که شما برین تو وبسایتتون بذارین، همه ازش برکت بگیرن و خیلی خوشحال بود. بله. هر جای خلاصه من میرم حرف شما هست و چقدر تو زندگی هم لطف دارن. امروز این دو سه روز یه سرودی هستش که خیلی قلبم رو لمس کرد، اصلا از فکرم بیرون نمیره، شبا که میخوابم این سروده تو فکرمه و سروده خیلی قشنگیه. راجب این صحبت میکنه که راجب سختی های زندگی، راجب سختی های خدمت بیشتر، که وقتی خدمت میکنی یه چیزی داری میدی، بهایی رو داری میدی به خاطر دیگران، خودت هم چیزی به دست نمیاری. و بعد آخر هر بندش میگه که وقتی در حضور تو بایستم خواهم گفت میارزید. It was worth it all. همه چیزش میارزید. هر کاری کردم، هر سختی که کشیدم، چه دیگران دیدن چه ندیدن، چه نتیجه داد چه نتیجه نداد، در حضور تو که بایستم میگم It was worth it all. یعنی این که ارزششو همه چیزشو داشت. آمین. خدا رو شکر واقعا. و میخوام از همینجا اعلام بکنم که همین الان میتونید شما برید روی فیسبوک شبکه هفت، هر سوالی رو که دارین همین الان بپرسین و من هم همین الان از کشیش هرمز عزیز خواهم پرسید. حدود نیم ساعت مونده به ادامه برنامه، شما توی نیم ساعت استفاده کنین، حتما برین روی فیسبوک ما توی قسمت پیغام خصوصی سوالای خودتون رو، سوالای خصوصی خودتون رو از کشیش هرمز بپرسین و کشیش هرمز امروز قرار جواب همه سوالاتون رو بده. پس هر سوالی که دارین میتونین همین الان برین روی فیسبوک بپرسین یا اینکه تلفن بزنین با ما مستقیم صحبت بکنین. بله. خب سوال اولی که اومده شو که ما دیشب اینو روی فیسبوک نوشتیم، عزیزی پرسیده که آیا کشیش هرمز توی خونه غذا درست میکنن یا نه. اتفاقا این صحبت رو همین هفته با بچه هم داشتم، چون جشن تولد دخترم بود. بله. با هم بودیم و بعد راجع به آشپزی شد، گفتم که مادرشون پرسید، گفتش که وقتی با راجع به بابا و آشپزی فکر میکنید چی؟ گفتن که املت. فقط بابا بلد املت درست کنه، هیچ چیز دیگه. خاطرات بچگی، از بچگی تا حالا تا میگن بابا به علاوه آشپزی مساویه با املت. خب تو املتتون چیا میریزین؟ انواع اقسام دوست دارم، از املت به خصوص املت میگن املت ایرونی. بله. املت ایرونی با گوجه فرنگی و اینا. بله. اونو خیلی دوست دارم. بعد خب سبزیجات و اینا هم که قاطی میکنیم، انواع اقسام، ولی بچهای من املت ایرونی خیلی دوست دارن. خب اگر بخواین دانل رو سورپرایز بکنید و خوشحالش کنید چی کار میکنید؟
بهش میگم دوست دارم چون دقیقا نمی میگم یعنی هستان ولی آدم یادش میره که اینو ابراز کنه و گاهی میرم یه دفعه بهش میدونی بدون انتظار بدون که کاری کرده باشه بهش بگم دوست دارم یکه میخوره ولی خوب آدم یاد بگیره که بگه رفتار به جای خود ولی گفتار به خصوص فکر میکنم برای خانوما حتی بیشتر باشه. میکنم بیشتر آقایون میخوای ابراز محبت کنی همه نیستن آن همه انسان ها فرق میکنن ولی بیشتر آقایون اگه بخوای محبتشون کنی البته این مطابق کلمه اول احترامه. بله. بزرگترین محبت کردن به آقایون احترامه به خصوص جلوی دیگران خصوصی هم همینطور با احترام با همسرت صحبت کنی حتی اگر لیاقت احترامو نداشته باشه بازم احترام بگذاری این از خداست و یکی همین که برای آقایون یه کاری براشون بکنی معمولا اینه بله. مثلا یه غذایی درست کنی یه کاری بکنی ولی برای خانوما فکر میکنم شماره یک همین گفتن است که هی یادم من خودم درسشو میدم یادم میره که این شماره یکه برای گاهی به دانیل میگم ابراز محبت میکنم واقعا یکه میخوره گاهی میگه چی شد الان یه دفعه خب پس خدا رو شکر از اون و سوال بعد اینه که آیا کشیش هرمز عصبانی میشه و اگر عصبانی میشه چه عکس العملی نشون میده همه اون عصبانی میشیم کتاب مقدس میگه که خشم بگیر و گناه نورز یعنی خشم گرفتن و درون آدم آشوب شدن این طبیعی احساسه و با این احساس چه کار میکنی و میگه که خشم بگیر گناه نورز پس من اینو در طی سالها یاد گرفتم چون میاد دیگه وقتی آدم بی‌عدالتی میبینه و معمولا هم بی‌عدالتی در مورد خودش خیلی بیشتر درد میکشه وقتی مثلا یکی رو میبینه بهش اچاف شده یا حرفی بهش زدن خب دلش میسوزه ولی اگه بیان تو نیت خوبی داشته باشی کار خوب کردی باشی بهت فوش هم بدن بعد نیتت هم زیر سوال بگذارم بعد تازه اون کارم که کردی هیچی میگن چرا نکردی کم کردی یعنی آدم میگه حس میکنه که من که با نیت درست هر چی که داشتم گذاشتم کافی نبود تازه بعدم بشنوم وقتی آدم بی‌عدالتی میبینه یه چیزی میشنوه که حقش نیست خشم میاد دل آدم آشوب میاد درد میاد و خیلی طبیعیه که بخوای بگی چیزی که یاد گرفتم این که اونو تشخیص بدم وقتی که یه آتیشی تو دل آدمه که میدونم خشمه که بعد میاد فکر بعد از زبان میاد بیرون وقتی اینجا شروع میشه یاد گرفتم تشخیص بدم و شروع کنم دعا کردن میگم خداوندا روح القدس منو آروم کن و بگذار که زبان من از زبان تو باشه میدونم الان میتونم خراب کنم میدونم این خشمی که در درونم الان ناراحتم اگر بیرون بیاد ضربه هایی میزنه زخمایی میزنه که حالا یه سالا درستش کن که گاهی هم تا آخر عمر نمیشه بله. چون با زبانم زخم میزنه و یاد گرفتم اونجا دعا کنم و آرامش خدا خیلی مواقع میاد از همه هم سخت‌تر تو خونه است از همه هم سخت‌تر با همسره چون آدم از گاهی با دیگران راحت تره مثلا با غریبه ها مثلا بهش بدی میکنن با محبت جواب میده ولی با همسر یه دفعه میای گاهی هم یه چیزی نامهربون به همسرم میگم گاهی هم هست ولی خب بعد میفهمم نه اینجا رو جلتو نگرفتی و ازش معذرت میخوام آره این مواظب زبون یه چیزی هم یاد گرفتم اگر نمیتونم تو اون آرامش نمیاد گاهی مثلا آدم عصبانی میشه درونش داره میاد از زبونش بیرون که زخمی بزنه دعا میکنم اکثرا میاد ولی اگر نیاد همینم هنوز آروم نیستم یک چیزی یاد گرفتم که خفه بشم اگه چیز خوبی نداره برای گفتن هیچی نداره همیشه اگه ساکت باش اقلا هیچی نگو بر همین اگه دیدی گاهی من ساکت شدم دارم در درونم خب همین الان یه نمونه خیلی قشنگه که شما میای خیلی صادقانه اینا رو مطرح میکنی و در میون میگذاری به ما یاد دادن که با سیلی صورت خودتو سرخ نگه دار مخصوصا وقتی که رهبر مذهبی هستی یا رهبر مثلا مذهبی هستی همه چیز خوبه من اصلا گناه نمی کنم من به قول معروف فرزند پیغمبرم هیچ وقت اشتباه نمی کنم ولی من توی تمام این سالها که با شما بودم همیشه اومدین گفتین که آقا من اینم اشتباهم میکنم ولی راه درستش اینه و دارم سعی میکنم و هر روزم ما میوه‌هاشو میبینیم آیا این به ضرر شما تموم شده چون که با فرهنگ ما یه جوری جور در نمیاد ولی شما اومدین اینو شکستی و خیلی راحت داری میایین از این صحبت میکنین آیا به ضرر شما بوده و چه جوری به ضرر برامون
توضیح. مسئله ضرر من مهم نیست، مسئله منفعت دیگرانه و اینکه آدم الهی رفتار کنه. تو کتاب مقدس، کتاب مقدس همه چیز رک میگه. مثلا حتی در مذهب که باش بزرگ شدیم میگم پیامبران معصوم هر گناهی هم کردن قشنگ رو پوشی میکنیم نمیگیم، ولی کتاب مقدس رو که میخونید روکه. گناه پیامبران هم اینجا نوشته، خوبیاشون رو نوشته، گناهانشون هم نوشته. روک بودن حقیقت ما رو آزاد میکنه، در حقیقت زندگی کردن باعث شفاست. پس من سعی میکنم همون باشم و دلیلش هم اینه، یکی اینکه به خاطر اینکه خدا میگه، دومی که اسم میکنم رو راست بودن بیشتر خدمت میتونم بکنم و مردم بدونن که تو داری ماسک میزنی، همه حرفات شعار قشنگه هان ولی نمیگیرن، ولی اگه بدونن که حرفت از قلبته، خوبشو میگی بعدش هم میگی، خودت هم با این مسئله مشکل داری و داری داشتی و داری، اون حقیقت رو بهتر دریافت میکنن، زندگیشون بیشتر عوض میشه. اگر ما ماسک بزنیم و بعضی ها یاد گرفتیم خادمین که بگیم نه همه چیز من عالیه، اگرم مشکلی باشه روپوشی میکنیم نمیگیم و میخوایم سوپرمن باشیم. بله. این تظاهره، خدا از تظاهر یه ناراستیه. درسته. خداوند از ناراستی خوشحال نیست و با ناراستی هم کسی رو نمیتونی خدمت کنی. خیلی من واقعا اینقدر سوپرمن میشیم، مردم میگن بابا این که اصلا درد ما رو نچشیده. بابا ما چشیدیم. ما خادمی چشیدیم، جنگ و دعوای خانوادگی رو چشیدیم، تا برز طلاق رفتن رو چشیدیم، در مقابل محبت بی محبتی دیدن رو بارها و بارها چشیدیم، وسوسه های انواع اقسام بر ما اومده، تازه بیشتر چون شیطان میخواد اول اون سر رو بزنه، شبان رو بزنه، بدنام کنه شبان رو، به همه پراکنده بشن. فکر نکنید شبان ها، شبان ها وسوسه هاشون خیلی قوی تره، حتی وسوسه هایی بگیم جنسی، مالی، غرور، هر نوع بگی، یه شبان در وسوسه است که مغرور بشه و میدونیم غرور اول افتادنه. شاید بزرگترین دلیلی که کلیساها به هم میخورن یا شبانا میافتن غروره و شیطان حالا وسوسه های جنسی نمیدونم یه خانومو بفرسته و یه چیزی از این کارا میکنه، برای همه میکنه ولی برای شبانان فکر نکن کمتره. بله. بیشتره. بله. و ولی اینی که در خداوند بیستیم و بر وسوسه ها پیروز شیم، شکستش هم چشیدیم، پیروزیاش هم چشیدیم. یه صحبتی راجع به موضوع میخوام بکنم، ولی قبل از اون راجع به شما یه چیزی شنیدم تو این قسمت میخوام بگم بهتون. اما قبل از اون یه سوالی اومده از ایمای عزیز از طریق فیسبوک برامون فرستادن. سلام و خسته نباشید به کشیش هرمز عزیز. میخواستم بپرسم که تا به حال شده در خدمت طرد بشید و کسی به شما اهمیت نده و اینکه فکر کنید شما برای خدمت مفید نیستید؟ تا حالا شده؟ بگو تا حالا کی نشده؟ جزء خدمته، طرد شدن، ضربه خوردن، عدم قدردانی، فشارها از انسان. میدونید در همطور گفتم خدمت، و همین یه چیزی بگم، هر کسی که با پا میسته و پا میشه و میگه من میخوام خدمت کنم، همون که میگه پا میشم من عاشقشم. ممکنه خیلی کم بود داشته باشه، لیاقتشو نداشته باشه، ولی میگم همون که ایستادی، چون همون ایستادگی خودش خیلی بها داره. یه کسی که میگه من کلیسای خانگی، من 5 نفر رو میخوام خدمت کنم، فکر میکنی آسونه 5 نفر خدمت کردن؟ اینقدر از خود همون 5 نفر، از همون 10 نفر، همون کلیسایی که شبانیش میکنی هستش. این جزء زندگی همه ما هست، بی‌عدالتی، قدر ندونستن ها، این جزء زندگی باید یاد بگیریم، ولی در خدمت بیشتره. در خدمت کسی که میسته، که کسی که برای خدا میسته، تو چش بیشتر هم بهش حمله میشه. مسلما. سوال دیگه اومدن که گفتن اگر عزیز پرسیدن اگر داماد یا عروستون با بچه هاتون مشکل پیدا بکنند، از بچه های خودتون طرفداری میکنید یا از عروس یا دامادتون؟ خیلی سوال خوبیه، چون هدف یه چیز بگم، وقتی که هم دخترت یا پسرت با کسی ازدواج میکنه، من میخوام یه لم از همون اول بدم بعد به این جواب میرسه. وقتی که پسرتو زن میدی یا دخترتو شوهر میدی، از همون روز اول باید اینو بکنی. من حتی تو مراسم اینو انجام میدم، تو دامادت رو داری به فرزندی میپذیری. اگر اینو
اینو تو فکرت نداری، خودت داری تو ازدواجشون داری صدمه میزنی. باید عروس تو و داماد تو که با بچه های تو ازدواج کردن و روز ازدواج به فرزندی بپذیری. یعنی این دوتا برای تو فرزندن، برای هر دوتایشون فرزندی کنی. همین ایده ای که این دختر من اون مال خانواده دیگه، این بچته، از همینجا اشتباه شروع میشه که بخوای طرفداری کنی، بخوای طرف، چون این دختر منه پس من طرفداری میکنم، طرفدار دامادم نباشم. نه، اگر این حالتو داری 100% صدمه میزنی، خواسته و نخواسته تو رابطهشون صدمه میزنی. ولی اگر اینه که این دوتا بچه من میخوام خوشبخت بشن و اگر مسئله ای دارن میخوام ببینم مشکل چیه و حل کنم، اگر از مشکل از دختر خودمه یا پسر خودمه باش صحبت میکنم، حتی بیشتر. یه فرقی اینجا داره، چون دختر و پسر باهاش بیشتر بزرگ شدی، بزرگشون کردی، خیلی رکتر میتونی باهاشون صحبت کنی. بله. عروس و داماد باید وقت بگذاری که اونا واقعا احساس کنن نه این مادرزن یا شوهر، این واقعا منو دوست داره، این یه وقت میخواد. نمیتونی همون روز اول با عروس و داماد خودت خیلی رک صحبت کنی، با بچه‌هات میتونی. پس این ایجاد رابطه وقت میخواد، ولی از دل تو شروع میشه که عروس و داماد خودت رو بچه خودت باید بدونی. خدا رو شکر. میخواستم این مسئله رو در میون بذارم. چند وقت پیش با کشیش مانی بودم، رفته بودیم داشتیم جاتون خالی غذا میخوریم، بعد صحبت سر خادمین شد. کشیش مانی گفتن معمولا توی تجرباتی که داشتن خادمین با سه تا مسئله شریع از سه قسمت بهشون حمله میکنه. یکی از نظر مالیه، یکی از نظر غروره و یکی از گناهان جنسی هستش. و بعد همینجور داشتیم صحبت میکردیم، گفتم که شما تا حالا شده که شما کسی رو ببینید که با این سه تا مشکل نداشته باشه؟ سری گفت کشیش هرمز. گفتم خدا رو شکر. گفت من کشیش هرمز رو ندیدم توی غرور. گفتم خدا رو شکر، منم لبیک میگم و واقعا میخوام بگم خدا رو شکر براتون شما، چون که دیدم من بارها فروتن تر، همینجوری فروتن تر دارین میشین و شدین و هستین و خدا رو شکر میکنم و من خیلی افتخار میکنم که در کنار شما هستم که اینقدر فروتنین. و توی مسائل مالی هم همیشه دیدم همه چیزون سر نظم، هیچ وقت نه زیاده روی میکنید نه ولخرجی، نه همیشه اتفاقا حواسش به منم هست خدا رو شکر. و واقعا خدا رو شکر میکنم براتون که اینقدر محکم ایستادید. هر وقتی برای درس تربیت خادمی، ما دوره تربیت خادمی داریم، یکی از درسای من راجب سه تا ز، زن، زر، زور. این همون ستایی که تو بله. میگی که باعث سه عامل اصلی که خادمین خدا زمین میخورن و خدمتی که ممکنه سالها زحمتشو کشیده باشن. این دل منو میشکنه که نه اینکه این کار نکرده، نه اینکه این تنبلی کرده، خادمین واقعا درد میکشن، زجر میکشن سالها. یه کلیسا رو بنا میکنه 10 سال، 15 سال، 20 سال حتی، و بعد به خاطر زن، زر یا زور، این سه تا وسوسه است. زن یعنی مسائل جنسی، زر یعنی مسائل مالی، وسوسه‌های مالی، و زور همون غرور هستش و حکومت کردن و زورگویی و اینها. یه دفعه مینی خدمتش پاشیده شد. و نه اینکه در من میگم وسوسه‌ها تو هر سه قسمت هست، ولی اینکه بتونی با خداوند، با روح القدس بیستی. و یه چیزی هم اینه که وقتی وسوسه میاد به عنوان یک شبان، خیلی هوشیارترم و این فکر میاد که این وسوسه اگر دنبالش برم به گناه میانجامه و این گناه به خود من، به خانوادم، به کلیسا و به کلیسا، به عزیزان من صدمه میزنه. صدمش خیلی زیاده، پس اون برکت و اون خدمتی که دارم میکنم و به یه کاسه آش نمیفروشم، به یه گناه نمیفروشم. کی شما از من توی این چند سالی که در کنار شما بودم همیشه دیدم جوانها خیلی اهمیت میدین. بارها دیدم که توی خونتون از همون توی سنحوزه که بودیم سالها و سالها پشت سر هم دیگه جوان ها اومدن خونه شما زندگی کردن، حتی برای سالها زندگی کردن. بله. و از خودگذشتی کردین که به اونها رسیدگی بکنید. بله. و هنوز که هنوز هم ادامه داره این راه، هنوز تموم نشده، خدا رو شکر میکنم براتون.
میخوام ببینم چرا اینقدر به جوان اهمیت میدین؟ یک دوم اینکه هدفتون برای شبکه هفت میدونم یک قسمت عظیمش برای جوان ها هست، یه ذره اینو برامون باز کنید لطفا. بله خب دلیه که خدا داره و خدا هم یکی از نمونه هاش هم در از که منو همیشه خدمت کردین، همیشه به من واقعا نمونه خوبه کردین. شما نمونه خوب هستید، میگید سالا خدمت کردید. بله ما از خیلی سالها پیش واقعا من و همسرم این دل رو داشتیم برای نسل بعدی، حتی قبل از اینکه خودمون بچه داشته باشیم همیشه جوان ها میامدن میرفتن، انواع اقسام از معتادین اومدن خونه ما ترک کردن. بله. کسانی که همین الان اسما داره میاد تو سر من از همون قبلا افرادی که مریضای روحی بودن حتی و اومدن، بعضی که شیطان پرست بودن خونه ما بودن و یکی از خاطراتمون که بچه هام هم هستن اینه که یه روزی یکی از همینایی که کتابای شیطان پرستی و اینا بود که نجات پیدا کرد، بعد خونه ما بود مدتی، بعد رفت گفت کتابامو میارم، کتابامو آورد و حالا بچه من کوچیک کوچیک دور تو حیاتمون جمع شدیم، کتاباشو سوزون. بچه ها میشه خیالش نمیره چقدر جالبه. آفرین، کتابا رو سوزون، آتش بازی کردم. اینو میخوام بگم بعضی از این جوان ها جواب دادن مثل خودت، بعضی هم جواب ندادن، بعضی هم بودن و الان کجا دارن چی کار میکنن، و اونایی که جواب میدن میگیم خدا رو شکر. ولی دل ما دلیه که خدا داده. و یه چیز هم میگم، همیشه این بوده، شبانی در کالیفرنیا هم همیشه بوده، حتی اون کلیسای جوانانی که شروع شد بله هنوز هم ادامه داره و داشت یه مقدار زوره، چون یک گروه جوانان داشت یادمه. بله. ولی از گروه جوانان تبدیل به کلیسای جوانان بشه آسون نبود، چون کلیسا اینا رو گروه جوانان میدونست، کلیسای جوانان یعنی یه چیز دیگه. ولی 3 سال پیش بعد از اون که شبکه هفت رو شروع کردیم همیشه این دل بوده، ولی یک تجربه داشتم و به طور واضح با خدا، یعنی خدا به طور واضح گفت به تو دارم ماموریت میدم و گفت ماموریت تو اینه که از بین جوانان میره، حتی خدا نشون داد حتی نوجوانان، یعنی محدودیتی نیست. نوجوانان 10 تا 12 ساله بگی تا بیا به 30 یا 35 ساله جوانان، خدا گفت به تو ماموریتی میدم، ماموریت تو دست شبکه هفت اینه که نسل بعدی افرادی رو پیدا کنی که حاضرن بها بدن، رویا دارن یعنی میدونن برای یک هدفی زندگی زاییده شدن. بعضی از جوانان بی خیال دارن برای خودشون زندگی میکنن، بعضی هستن به شاید شما هستید امروز، تو قلبت یه چیزی، یه آتیشیه، نمیدونی از کجا اومده، این آتیشو خدا بهت داده، یه ایده ای تو فکرته که میگه تو دلت میگی من برای یک هدف بزرگی به دنیا اومدم، نمیدونم چیه ولی راضی نیستم، میدونم باید یک کار بزرگی برای خدا بکنم، میدونم باید یک تأثیر بزرگی تو این دنیا بگذارم، نمیدونم چیه ولی آروم نمیتونی بشینی. خدا به من گفت همچین افرادی رو پیدا کن که اینو دارن و حاضرن بها بدن. بعضی اینو دارن ولی تنبل بی خیال، آتیشو داره ولی حاضر نیست کاری بکنه، حاضر نیست بها بده. خدا گفت همچین افرادی رو پیدا کن که هم آتیششو دارن که من بهشون دادم، رویاشو دارن و هم حاضرن که بها بدن، حاضرن که ساخته بشن، حاضرن که اون مرد و اون زن خدا بشن که در دنیا تأثیر گذاره. و ماموریت تو و ماموریت شبکه هفت اینه که همچین افرادی رو پیدا کنی، تربیتشون کنی، روشون سرمایه گذاری کنی، آزادشون کنی تا در ایران و در جهان تاثیرگذار باشن. این دل همیشه بوده ولی این ماموریت رو من 3 سال مستقیم، یعنی الان میدونم کجا نشسته بودم وقتی خدا اینو با من صحبت کرد. خدا شو. من هم اینجا میخوام دعوت کنم اگه این پیغامی که الان کیشوموز باتون صحبت کرد به دلت نشست و میخوای در این خدمت همکاری بکنی، حتما ایمیل بزن، تلفن بزن، بگو میخوام با من صحبت کنی، من در خدمتت هستم، دوست دارم با همدیگه در تماس باشیم و توی این راه با همدیگه همکاری کنیم. بله اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدم، ما اول کار هستیم ولی این کارو بیشتر توسعه خواهیم داد. شما هم شبانه جوانان هستی و تشویقت میکنم و میدونم در این قسمت پیش خواهی رفت، فقط یه طرح بزرگتری بهتون بدم. عزیزم ما اول کاریم و این کارو انجام خواهیم داد
پیدا کردن الان دخترها و پسرهای سیامک جان داره پیدا میکنه 12-13 ساله که پر از روح خدا وای دل من میلرزه به اینها 12-13 ساله نگاه میکنم که میدونم روح خدا بر اوناست. ولی میخوام طرح کلی رو بگم، الان شروع کاره با همکاری شما، با دعای شما، با همکاری سربازان جدون خدمت بین جوانان رو توسعه خواهیم داد. الان دست و بالمون بسته است، الان کار زیادی نمیتونیم، کاری که میتونستیم بکنیم و کردیم در شبکه، ولی خیلی بیشتر از اینها میتونیم در شبکه هفت با همکاری همدیگه کار کنیم تا جوانان رو برای خداوند استفادهشون کنیم، یعنی خدا استفاده کنه، برای خداوند صید کنیم. مسیح گفت شما صیاد مردم خواهید بود و اونها رو به خواندگیشون برسونیم. پس قدم بعدی اینه که یه سری جوانایی که میگی من هستم، حاضرم بها بدم، من خوانده شدم بر ایران، بر دنیا تاثیرگذار باشم، حاضرم بهاشم بدم، قدم بعدی اینه که یه سری از اینا رو تو چتروما شما باشون کار کنید. بله ببینیم حرفشون با عملشون درسته. آمین. درسشون بدید، هدایتشون کنید، تشویقشون کنید، یه دو سه تا کار بهشون بده، حاضر انجام بده، حاضر رو خودش کار کنه، حاضر رو شخصیتش کار کنه، اگه حاضر نیست حرفه، ولی اگه حاضره بگید سام عزیز به من بگو هر چه اشکال تو زندگی من میبینی که شرموز بگو من روش کار میکنم. به من بر نمیخوره. من میخوام اون مرد و زن خدا باشم که دنیا رو تکون میدم، ایران رو تکون میدم، حاضرم و بهاشم میدم و از شما هم دلگیر نمیشم. ضعف و سختی ها و غرور ها و مشکلات منو بگید روش کار میکنم. ولی تست حرف آسونه، تستشو تو ما توی چت رو و اینو بهتون خبر خوش بهتون بگم و این از اونایی که اینو به من گفتی این کارو کردم و با یه عزیزی به طور مخصوص دارم وقت میذارم و این بزرگتر خواهد شد، به صورت گروهی باشون وقت میذارم. اول شما هم گفتم خب علی الان اینو بهش بگم ناراحت میشه، ولی میگم عزیز میخوام با دروک باشم. آفلی. این کارو برو انجام بده. رفت انجام داد، تمام خانوادهش ایمان آوردن، هم پدر هم مادرش، به خاطر اینکه محکم ایستاد و اومد بهم همین جوری شهادت میداد. پشت شهادت در از یک هفته حدود 10 تا شهادت نوشته بود، میگفت این شد این شد این شد و واقعا خدا رو شکر میکنم. برای اگه بایستی در مسیح پیروزیش رو خودت خواهی دید و خدا رو شکر میکنم. منم تو این چند سال همیشه سعی کردم جوابگویی داشته باشم و خدا رو شکر امروز میتونم میرم این ور اون ور برای خدا من خدمت میکنم. یه ویدیویی هم سیامک جان اومده بود با همون گفتین میخواین نشون بدین، حاضر هستش که بله. رفته بودیم یه کلیسا در هیوستون، سیامک عزیزم اومده بود یه تیکش رو فیلم برداری کرد، فقط میخوام بهتون نشون بدم اگر من میتونم بکنم شما هم میتونید بکنید. بله موعظه تو بود. آره. بله بهش ببینیم با هم دیگه. چی سبزه؟ چند نفر میدونم؟ نشانه تراوت، خرمی، آرامش و منطقه‌های سبز. کجای کلام خدا میگه؟ در مزمور 23 میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، در کنار آب‌های آرام مرا رهبری میکند. خداوند تو رو رهبری میکنه. اونی که زندگیت افسرده شدی، خداوند تو رو در کنار مرتع‌های سبز میخواباند و زندگی تو رو رهبری میکنه. اگه گم کردی زندگیت رو، خداوند زندگیت رو رهبری میکنه. جان تازه‌ای به من میبخشد، هللویا. اون جان کهنه در گذشت، خواهرمون گفت اینک حیات تازه دارم. جان تازه‌ای به من میبخشد و به خاطر نام خود مرا به راه راست هدایت مینماید. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمیترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصا و چوب دستی من، تو مرا حمایت خواهی کرد. تو عیسی مسیح خداوند هستی. امشب این پیام برای توه. امشب خداوند میخواد بهت بگه فرزندم بسه، اینقدر توی افسردگی نباش. فرزندم بسه، اینقدر نذار دنیا و مذهب به تو دروغ بگه. من جانم رو برای تو دادم تا آزاد زندگی کنی. من جانم رو برای تو دادم تا در آرامش زندگی کنی. آمین. خدا رو شکر. آتیش خدا رو تو هست. بله خدا رو تو کار عظیمی کرده. سام عزیز رو خدا خونده و معلومه. خدا خونده، محسش رو تو گذاشته و تازه اول کاره. تو باید رهبر رهبران باشی. تو باید پدر امت ها باشی و جوانان نسل بعدی و وسیله تو باید بلند بشن و ایران رو تکون بدن. خداوند اینو بهت داده. من فقط میخوام بگم امروز مادره. اولا که من میخوام از مادرم تشکر، امروز که نه هفته یک شنبه بود توی ایران، درسته، میخوام از مامانم تشکر کنم، چون که من به خاطر دلیل داشته گفتم اگه من میتونم اینجوری پیغام بیارم شما هم میتونین، چون که من از یک
گذشته خیلی سختی میام بیرون. از یه جوونی بودم در واقع که هیچ کس فکر میکرد امیدی برام نیست. این حدود 9 سال پیشه. فکر میکرد اصلا امیدی واسه آینده من نیست. حتی مردم توی دنیا توی شهر فکر میکردن دیگه تموم شده این جوون. ولی خداوند منو نجات داد و این توی این قدم توی این مسیر اومدم و امروز میتونم بیام اینجوری برای خداوند بیستم و نام اون رو جلال بدم. پس تو هم میتونی این کارو انجام بدی و خدا رو شکر الان دبوره عزیز همین الان پیغام داره نوشته برادر استام من میخوام برای جلال مسیح قلم بردارم. خدا رو شکر با تماس میگیریم و حتما باها در تماس خواهم بود. یک سوالی اومده کیش هرمز برای شما، میخوام بدونن که چند سال ایمان آوردین و آیا همه خانواده شما ایمان دارن یا خیر. خواهر از اون اکرم نوشتن بله. چند سال ایمان آوردید آیا خانواده؟ من کوتاه جواب میدم ولی بله. دوست دارم داستان کار خدا تو خانواده ما یه 15 دقیقه بعد بعدن به من وقت بدی حتی. انقدر شهادت داره 15 دقیقه که چه عرض کنم. من گاهی با بعضیا میشینم تو سفرام شام میخورم یه ساعت دارم صحبت میکنم راجع به نجات خانواده هم و هنوز اونا میگن خب بیشتر بگو نه بابا شب شد بریم خونه. ولی من زمان سال بعد از انقلاب ایمان آوردم. من زمانی که انقلاب بود تو دانشجو بودم در ایران و در خیابونای تهران ما برگ بر آمریکا و مرگ بر شاه و اینا میگفتیم. در حقیقت خب همه اون موقع بودن ولی همزمان من احساس میکردم خب بله خب اسلام بیاد و شاه بره خیلی بهتر میشه. ولی تای قلبم میگفت نه، یه چیزی به من میگفت نه این جواب نیست. حالا فرض کن شاه بره اسلام بیاد، تو غم تو اون تنهایی که تو قلب زندگی داری، رابطه‌ای که با همسرت داری و داره به طلاق میکشه، اینا به این چیزاست. مشکل تو شاه و خمینی نیست، مشکل تو درونیه و بزرگتره و اینه که آنچه که مذهبی که باش بزرگ شدی جوابت نیست. و با این وجود من رفتم قرآن رو با دقت گفتم نه جوابم هست، اسلام اول و آخره. و سال بعد از انقلاب بود، 58 57 اگر انقلاب شد، من 58 ایمان آوردم. یک سال مطالعه می‌کردم این انقلاب چی شد. این انقلاب نشون میده اسلام جوابه، ولی درون من نشون میده اسلام جواب من نبوده. من با تمام دل و جان من روزه هامو و نمازامو میخوندم از تا سن 12 13 سالگی جدی بودم، ولی جوابی نبوده. درون من هنوز آرامش نداشته، حضور خدا نبوده. و برای همین با مطالعه سال بعد از انقلاب میشه 1980 میلادی میشه 58 من ایمان آوردم و خدا از همون اول اینو به من داد. با این تموم میکنم. خدا از همون اول گفت به دست آوردی؟ بله. آرامش گرفتی؟ بله. زندگی عوض شد؟ بله. نامردی اگر اینا برای خودت نگهداری، خودخواهی اینا برای خودت نگهداری، چیز خوب رو بعد با دیگران در میون بگذاری. بله، سوالای زیادی اومد برامون، خیلی سوال اومده، تک تک اینها رو جواب خواهیم داد. با ما همراه باشین، برنامه‌های دیگر رو نگاه بکنین.